سلام عرض میکنم خدمت همه شما دانش آموزان عزیزم از سراسر ایران پهناور. به رسم ادب سلام ویژه‌ای هم داریم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز در استان بوشهر، به احترام همه دلیر مردانی که از سرزمین شما بودند، ما ادای احترام میکنیم به آنها و کلاس امروزمون رو تقدیم به شما دانش آموزان عزیز میکنیم. خب بچه های عزیز، در ادامه مطالبی که جلسه پیش ما رسیدیم به اونجا، مبحث گرما و تعادل گرمایی رو میخواییم داشته باشیم، اما یک مطلب خیلی کوچیکی از جلسه قبل باقی موند. بچه ها، بحث انبساط غیرعادی آب بود. ما گفتیم که همه مواد، یعنی اغلب باید بگیم، بهتر نباید بگیم همه مواد، اغلب مواد در اثر افزایش دما دچار انبساط میشن. استثناءهایی هم وجود داشت، مثلا آب. بچه ها، آب در یک بازه دمایی بین 0 تا 4 درجه سانتیگراد یا سلسیوس یه رفتار غیرعادی از خودش نشون میده. یعنی طبق این نموداری که در صفحه 95 کتابتون هست، ببینید بچه ها، از 4 درجه سانتیگراد به بعد، خب هرچی دما افزایش پیدا میکنه، حجم هم دچار افزایش میشه و این مثل بقیه مواد هست. اما از 4 درجه به قبل، یا حالا بهتر بگیم از 0 درجه تا 4 درجه، این رفتار متفاوت هست، به گونه ای که دما داره افزایش پیدا میکنه اما حجم داره چی میشه؟ دچار کاهش میشه. یعنی به عبارتی بچه ها، هرچی ما از دمای 4 درجه آب رو سردتر کنیم، به عبارتی دماش رو پایین تر بیاریم، این آب دچار افزایش حجم میشه. مثلا حجم آب 1 درجه سانتیگراد بیشتر است از حجم آب 2 درجه سانتیگراد. دماش پایین تر اومده اما حجمش افزایش پیدا کرده. خب بچه ها، در دمای 0 درجه میبینید که این حجم هنوز افزایش پیدا کرده، یعنی در مرز تعادل یخ و آب، یعنی به عبارتی در اون دمایی که دیگه آب میخواد به یخ تبدیل بشه، میبینید که حجم زیادی داره نسبت به حالا دمای مجاور خودش، دماهای حالا یه مقدار بیشتر از 0 درجه. پس بنابراین همین دلیلی هست برای اینکه شما ببینید که وقتی یخی رو در اون آب میندازید، بچه یخ میاد روی آب وای میسه، یعنی به عبارتی چگالی یخ از چگالی آب کمتر هستش. چرا؟ به خاطر اینکه حجمش دچار افزایش شده و این اتفاق رو ما میبینیم. بچه یک نمودار دیگه در صفحه 95 کتابتون پیرو نمودار قبلی هست، دقت داشته باشید. این نمودار، نمودار چگالی بر حسب دما هستش، که اگر نگاه ریزبینانه به این قسمتش، یعنی در بازی 0 تا 4ش داشته باشیم و این بزرگ نمایی رو ببینیم، بچه ها این در واقع رفتار متفاوت آب اینجا مشهود هست. به چه صورت؟ میبینید که وقتی دما 0 درجه هستش، چگالی کمتر هست از مثلا آبی که دمای 1 درجه داره. به همین خاطر هست که میگم یخ روی آب میاد. چرا؟ چون چگالی کمتری داره. بچه‌ها در دمای 4 درجه دقت داشته باشید، در دمای 4 درجه اگر نمودار قبلی رو یه نگاهی بندازید، کتاب پیش روتون هست، حجم آب کمترین مقدار خودش هستش در دمای 4 درجه سانتیگراد و برعکس چگالی بیشترین مقدار هست. می‌بینید اوج این نمودار در دمای 4 درجه هستش. پس خوب دقت داشته باشید بچه‌ها، آب در دمای 4 درجه بیشترین چگالی رو داره. این رو حتما به عنوان یک نکته یک جا بنویسید. خب بچه ها، این پدیده‌ای که حالا به صورت شهودی خیلی وقتا ما دیدیم، آب در واقع اگر یخ درونش بندازیم، یخ میاد روی آب قرار میگیره. اصلا پدیده جالبتر اینه که وقتی شما آب رو درون یخچال میگذارید تا یخ ببنده، از روی سطحش یخ میبنده، از پایین یخ نمیبنده، از بالا یخ میبنده. به همین خاطر هستش که ما داریم در واقع اینجا میگیم که چگالی یخ بیشتر از، ببخشید، کمتر از چگالی آب هست و در واقع پدیده یخ بستن آب از روی سطحش، بچه ها توی طبیعت هم گاهی اوقات خیلی
به درد میخوره و بسیار مفید هم هست. حالا در نمابرگ بعدی خواهیم دید. بچه همینجوری که دارید اینجا میبینید، آب در نواحی سردسیر وقتی یخ میبنده از روی سطح یخ میبنده و قسمت‌های پایینی دمای بیشتری داره. این نکته رو هم بهتون بگیم که خود یخ به صورت عایق گرما هستش و مثل یک پوششی عمل میکنه و قسمت‌های پایین‌تر آب رو که در عمق‌های بیشتر هستش محافظت میکنه در مقابل سرما. و حالا شما تصور کنید موجودات زنده‌ای که اینجا هستن این مجال رو دارن که در این دمای متعادلی که حالا حدود 3-4 درجه هستش بتونن زندگی خودشون رو داشته باشن. حالا مثلا تصور کنید که آب از پایین یخ می‌بست، چه اتفاقی می‌افتاد؟ خب تمام این موجودات دچار آسیب می‌شدن دیگه، این پوشش محافظ براشون وجود نداشت هیچ وقت. در این تصویرم حالا نگاه کنید، همین تفاوتی که وجود داره، در واقعیت آب از روی سطحش یخ می‌بنده و این موجودات به راحتی اون پایین میتونن زندگی کنن. یعنی اون لایه یخ مثل یک لایه محافظ و یک پوشش محافظ عمل میکنه و دمای قسمت‌های پایینی آب رو حفظ میکنه در دمای بالاتر از صفر. اما اگه تصور کنه آب از پایین یخ می‌بست چه اتفاقی می‌افتاد؟ خب این موجودات زنده دیگه مجالی برای اون زندگی طبیعی خودشون نداشتن و اصلا طبیعت و زیست دچار آسیب میشد. پس ببینید همین رفتار غیر عادی آب منجر به این اتفاق خوب داره میشه و در واقع برای طبیعت و زیست بسیار مفید هستش. خب چه جالب، واقعا معجزه بزرگ بود. چون همیشه فقط در حد همین یخ بستن آبی که خودمون میذاریم توی یخچال و این اتفاقات بهش نگاه کردیم، هیچ وقت انقدر کلی و تو محیط زیست. خب دیگه اینها بالاخره اگر نگاه ریزبینانه‌ای داشته باشیم، قدرت خداوند هست که به واسطه این رفتار غیر عادی آب این پدیده داره اتفاق میفته و برای محیط زیست مفید هستش. خب اما از منظر مولکولی بخوایم بچه‌ها به این اتفاق نگاه کنیم، اینکه چرا وقتی آب یخ می‌بنده دچار افزایش حجم میشه. دیدید دیگه، شما مثلا وقتی یک ظرفی رو، یک لیوانی رو پر از آب می‌کنید و درون جای یخی یخچال و درون فریزر قرار میدید، می‌بینید که وقتی یخ می‌بنده این افزایش حجم اتفاق می‌افته و یخ میاد بالاتر از سطح لیوان. یا مثلا اگه ظرف‌های دربسته رو شما پر از آب کنید و در رو ببندید و بگذارید یخ بمنده، می‌بینید که این افزایش حجم شکل ظرف رو تغییر داده. خب اما بچه‌ها از منظر مولکولی بخوایم نگاه کنیم، بچه‌ها دلیل این اتفاق همون پیوند هیدروژنی هست که آب داره ازش بهره می‌بره و همین ویژگی‌های در واقع خارق‌العاده‌ای هست که آب داره در طبیعت و متمایز میشه از مواد دیگه. ببینید بچه اینجا آب در دمای حالا بالاتر از 0 درجه هستش، این مولکول ها مقداری فشرده هستن. وقتی یخ میبنده ببینید یک نظم ساختاری پیدا میکنه و یک فاصله های مشخص و معینی که حالا باید شما این رو از دبیر شیمیتون بپرسید که به زبان شیمی این رو برای شما بیان بکنه که چه اتفاقی اونجا داره میفته، چه ارتباطی بین پیوندهای مختلفی که اینجا هست برقرار میشه و برای یخ این اتفاق داره میفته و افزایش حجم براش حاصل میشه. پس ببینید اون فاصله‌ای که اینجا رعایت میشه بین مولکول‌ها در ساختار یخ، ما به صورت ابعاد بزرگ داریم میبینیم که حجم یخ افزایش پیدا میکنه و خب طبیعتاً چگالیش کاهش پیدا میکنه و همون پدیده‌هایی که گفتیم. خب اما بچه یک سوال گفته که در کدام یک از شکل‌های زیر مکعب چوبی یکسان کمتر داخل آب فرو رفته؟ یعنی حالا بحث شناوری اینجا مطرح هستش. گفته دمای مکعب در همه شکل‌ها با همدیگه برابره. خب آب 30 درجه، آب 1 درجه سانتیگراد، آب 4 درجه سانتیگراد و آب 80 درجه سانتیگراد. بچه‌ها در لابلای عرایزم گفتم که آب در دمای 4 درجه سانتیگراد بیشترین چگالی رو داره. خب وقتی مایع چگالیش زیادتر باشه شناوری ضعیف‌تری به شناوری اتفاق میفته، شناوری ضعیف‌تری حاصل میشه و اون جسم شناور توی آب کمتر در اون آب فرو میره. پس بنابراین
ما باید گزینه 3 رو انتخاب کنیم. بچه‌ها دقت داشته باشید، میگم دلیل اصلی انتخاب ما این هستش که آب در دمای 4 درجه سانتیگراد بیشترین چگالی رو داشت، پس بنابراین شناوری کمتری روش اتفاق میفته و در واقع جسم کمتر فرو میره داخل آب. خب طبیعتاً بچه‌ها میتونیم این رو هم بگیم که شنا کردن توی آب حدود 4 درجه خیلی راحت تر هم هست، یعنی شما احتمال غرق شدنتون خیلی کمتر هستش. چرا؟ به واسطه همین مثالی که اینجا داریم میبینیم، بدن ما اگر بخواد شناور بمونه روی آب کمتر داخل آب فرو میره. این هم حالا یک بحث کاربردی در زندگی روزمره. خب اما بچه‌ها بحث گرما رو بیایم پیش بکشیم. ما تا اینجا موضوع دما رو گفتیم، اثر گرما بر ظاهر مواد رو گفتیم که حالا انبساط گرمایی بود. اما حالا خود گرما چی هستش بچه‌ها؟ خوب دقت داشته باشید. ببینید وقتی ما یک فنجان چای داغ رو میاریم تو حالا محیط قرار میدیم، در فضای اتاق قرار میدیم، اگر چند مدت چند دقیقه صبر کنیم میبینیم که این دماش کاهش پیدا میکنه و رفته رفته دمای این چای داغ با دمای محیط چی میشه؟ یکسان میشه. دقت داشته باشید، یعنی یک اتفاق اینجا داره میفته بچه‌ها. حالا ما دنبال اون اتفاقه هستیم، یا برعکسش اگه یک لیوان آب خنک رو ما در هوای اتاق قرار بدیم، پس از مدتی میبینیم که این آب خنک دماش افزایش پیدا کرد و با دمای محیط چی شد؟ یکی شد. حالا اون اتفاقی که اینجا هم داره میفته مد نظر هستش. من میخوام یک چالش فکری براتون ایجاد بشه. خب اما بچه‌ها یک نظریه‌ای بود که منسوخ شد، در واقع نظریه کالوریک بود، که اونها میگفتن که اگر حالا ما دو تا جسم با دمای مختلف، مثلا یکی گرم باشه و یکی از اونها سرد باشه، رو در تماس کامل با هم دیگه قرار بدیم، در مجاورت هم دیگه اینها رو قرار بدیم، یک شاره، یک سیالی به نام کالوریک، این در واقع منتقل میشه از جسم گرم به جسم سرد، یعنی عنوان سیال بودن یا جاری شدن رو بهش میدادن. اما خب منسوخ شد این نظریه و در واقع بعد از اون توسط دانشمندان بزرگی همچون ژول و جناب رامفورد آزمایش های انجام شد که اون نظریه منسوخ شد و اونها اومدن گفتن که اون چیزی که باعث اون اتفاقا می شد، یعنی باعث سرد شدن چای داغ در هوای محیط و برعکس گرم شدن آب سرد در هوای محیط، بچه ها همون انرژی هستش، این از جنس انرژی هست. اونها با این ابزار خیلی ساده شون بچه ها اومدن اینطور گفتن که اگر حالا ما یک چنین سیستمی رو داشته باشیم و یک وزنه ای رو توسط یک قلقله در واقع به واسطه یک نخ وزن کنیم به یک پره ای که با پایین اومدن این وزنه این پره میچرخه و این پره درون یک مقدار آب هستش بچه ها، در اثر چرخش این پره خب شما میدونید که این انرژی داره آزاد میشه، یعنی در واقع این انرژی پتانسیل گرانشی هستش، با پایین اومدن وزنه داره آزاد میشه. خب این انرژی به چی تبدیل میشه؟ میگیم به انرژی جنبشی این پره ها تبدیل میشه. خب این پره ها درون آب هستن، دارن میچرخن و اون انرژی رو که وقتی منتقل میکنن به آب باعث میشن که حالا انرژی درونی آب افزایش پیدا بکنه، به عبارتی دمای آب دچار افزایش بشه. پس همه این حرف هایی که در تغییر دما ما گفتیم زیر سر این انتقال انرژی هستش و این انرژی به صورت یک سیال نیست که حالا نظریه کالوریک اون رو میگفت. پس ببینید با این آزمایش معروف جناب ژول و رامفورد اومدن این نظریه رو پیش کشیدن که گرما در واقع اگر میخواد منتقل بشه بین دو تا جسم از جنس انرژی هست، از در واقع جنس انرژی منتقل شده هست که حالا ما عنوان گرما رو بهش میدیم و باعث میشه که حالا مثلا اون جسمی که دماش زیاده دماش پایین بیاد و اون جسمی که دماش کمه دماش بالا بیاد، این افت و خیز دما رو نتیجه بده. خب
ببینید طبق این شکلی که حالا اینجا شما دارید میبینید بچه ها، این دوتا جسم در ابتدا دماهای متفاوتی داشتن. من یک بار دیگه حالا اینو شما دقت داشته باشید که اون دماش زیاد بود، یکی دماش کمه. وقتی به هم دیگه اتصال پیدا کردن دماهاشون چی شد؟ متعادل شد. یعنی بحث تعادل گرمایی اینجا مطرح هستش. ببینید وقتی دو جسم با دماهای مختلف رو ما در مجاورت کامل با هم دیگه قرار میدیم، اون پدیده‌ای که اینجا اتفاق میفته پدیده تعادل گرمایی هستش. این تعادل گرمایی چه زمانی به اتمام میرسه؟ زمانی که دمای این دوتا جسم چی بشه؟ یکی بشه. مثل همون حالا اتفاقی که برای چای افتاد یا اون آب خنک افتاد. و اون چیزی که حالا ما اینجا داریم میگیم چیه بچه‌ها؟ دقت کنید، انتقال گرما از یک جسم به جسم دیگر هستش. به عبارتی از جسم با دمای بیشتر به جسم با دمای کمتر. خب اما بچه‌ها، تعادل گرمایی رو اگه بخوام یک مقداری دقیق‌تر بررسی کنیم، در این تصویری که در کتابتون هست بچه‌ها می‌خوایم اون رو توضیح بدیم. خوب دقت داشته باشید، ما یک جسم گرم داریم. به شکل دقت داشته باشید که جنبش مولکول‌ها توی اون زیاد هستش. و یک جسم سرد داریم با جنبش مولکولی کم. ما میام اینها رو در مجاورت هم قرار میدیم، یعنی فعلا فقط اینها رو در تماس همدیگه قرار دادیم. هنوز دماهاشون متفاوته، پیش از تعادل گرمایی هستش. اگر اندک صبر کنیم و در واقع مجال بدیم به اینها که اون گرما رو منتقل کنن، بچه ها میبینیم که تعادل گرمایی اتفاق میفته، دمای هر دوی اینها چی میشه؟ یکسان خواهد شد. توضیحاتی که شکل داره گفته وقتی دو جسم با دمای متفاوت در تماس با یکدیگر قرار میدیم، انرژی از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه. این دقت رو داشته باشید. با رسیدن به تعادل گرمایی دیگه گرمایی منتقل نمیشه. یعنی وقتی که دیگه دمای اینها یکسان شد، چه دلیلی داره بخواد گرما از یک جسم به جسم دیگه منتقل بشه؟ پس بنابر این ما میخوام این رو بگیم که گرما بچه ها اون انرژی هستش که داره منتقل میشه. این جمله اشتباه هست که من بگم مثلا جسم گرم گرما داره و جسم سرد گرما نداره، و در واقع بیایم بگیم که در تعادل گرمایی جسم گرم گرماش رو میده به جسم سرد. این جمله اشتباه است بچه ها. اون انرژی که داره منتقل میشه گرما هست. درست نیست که ما بیایم بگیم مثلا یک جسم مقداری گرما داره. هر وقت مقداری از انرژیش رو به واسطه تفاوت دما، بچه‌ها دقت داشته باشید، لازمه انتقال گرما، انتقال انرژی یا اون انرژی انتقال یافته میگیم گرما، که اون رو با نماد کیونشون میدیم. از جنس انرژی هم هستش، در سیستم SI واحد اون هم ژول خواهد بود. خب میگیم که یکای استاندارد گرما ژول هستش، بله این رو پذیرفتیم. یه یکای دیگه بچه حالا بیشتر تو حوزه صنعت یا حوزه پزشکی بیشتر کارایی داره به نام کالری، که حالا شما تو علوم دوره‌های قبل فکر کنم باش آشنا شدید که هر کالری در واقع 4.186 هزارم ژول هستش، حالا با این دقت خیلی زیادی که اینجا گفته. اما یک پرسشی در صفحه 97 کتابتون اومده، انشاءالله برسیم در این جلسه اون رو بگیم به شما. الف گفته منظور از این جمله که دما سنجها دمای خودشون رو اندازه گیر میکنن چیه؟ خب بچه وقتی ما از دما سنج استفاده میکنیم، گفتیم اون مخزن دما سنج رو یا حالا هر دما سنجی که بود میایم چیکار میکنیم؟ اون رو در تماس جسم قرار میدیم. خب خب بچه وقت زیاد نیستش، من به شما این فرصت رو میدم، برید یه استراحت کوچیکی داشته باشید. انشالله در جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود چند دقیقه بعد. خیلی عالی. سلام مجدد خدمت همه شما دانش آموزان عزیزم، امیدوارم که هنوز انرژی داشته باشید و زنگ آخر امروز رو با هم دیگه شروع کنیم. آقای سیری، ما فقط امروز با بچه های پای دهم فیزیک داریم، در نتیجه نپذیریم ازشون که انرژی هاشون افتاده. خب الان سرحال اومدن نشستن که فقط فیزیک بخونن. امید خدا. خب ببینید بچه ها، سوال الفش، حالا جمله الف گفته منظور از این جمله که دماسنج ها دمای خودشون رو اندازه گیری میکنن چیه؟ خب ما گفتیم که وقتی ما دماسنج رو در یک محیط قرار میدیم یا در مجاورت یک جسمی قرار میدیم، بچه
اونجا دیگه نگفتیم، ولی اینجا دیگه الان میگیم بهتون، تعادل گرمایی اتفاق میفته بین اون جسم و دماسنج. حالا هر فاکتوری که توی اون دماسنج داره تغییر میکنه بچه‌ها، در اثر تعادل گرمایی هست که اون داره دچار تغییر میشه و یک دمایی رو به ما نشون میده. پس ببینید، مثلا به عنوان مثال یک دماسنج پزشکی رو من دارم مثال میذارم، ما این رو در مجاورت بدن یک بیمار قرار میدیم. خب یک تعادل گرمایی اتفاق میفته، دماسنج همدما با دمای بیمار میشه و به عبارت هر عددی رو که گزارش میکنه همون دمای بدن بیمار خواهد بود. خب مورد بعدی گفته در یک کلاس درس میز، صندلی، دانش آموز، تخته، شیشه و پنجره و چیزهای دیگه وجود داره. در یک روز زمستونی دمای کدامی که از اونها بیشتر از دمای هوای اتاقه، دمای کدامی کمتر از دمای هوای اتاقه؟ بچه اول این فصل هم با این جمله رو به شما گفتیم، گفتیم که مثلا وقتی شما وارد کلاس میشه در یک روز سرد، دست به قسمت چوبی یا حالا پلاستیکی نیمکتتون میزنید، مثلا احساس سرما نمی کنید. ولی وقتی دست به قسمت فلزی اون میزنید، مثلا میبینید که چقدر سرده. بچه این یک خطهای احساسی هست که ما داریم. همه این اجسام، چه اون در واقع چوب، چه اون حالا قسمت فلزیش، اینا همشون تو یک دما بودن، به تعادل گرمایی رسیدن، همشون دمای یکسانی دارن. پس این اصلا یک جمله اشتباهی است که ما بیایم بگیم دمای یکشون پایین‌تر یا دمای یکشون بالاتره. اون ادراکی که ما داریم بچه‌ها یک خطایی هستش، از خطای حس لامسمون هستش که ما مثلا تصور می‌کنیم قسمت آهنی چیه، در واقع سردتر هستش. و حالا تو بحث رسانش خواهیم گفت که بچه به خاطر رسانایی گرمایی زیاد فلزات هستش که وقتی ما به محض اینکه دستمون رو میزنیم به اون قسمت از حالا اون جسم که فلزی هست، اون رسانش گرمایی سریع اتفاق میفته، گرمای دست ما رو منتقل میکنه به خودش و ما احساس سرما میکنیم و مثلا این اتفاق برای لمس کردن قسمت چوبی یا پلاستیکی نمیفته، چرا اونها عایق گرما هستن تا حدودی. خب پس جمله ب رو هم گفتیم، اما در مورد پ گفته در شکل 4-16 میانگین انرژی جنبشی ذرات دو جسم چگونه تغییر میکنه؟ خب بچه ها اینجا جسم گرم بود، دماش بالا بود، میانگین انرژی جنبشی ذرات که همون فاکتور مربوط به دما هست زیاده، برای جسم سرد اون میانگین انرژی جنبشی کمه. وقتی اینها رو در مجاورت هم دیگه قرار میدیم و اون انرژی گرمایی که منتقل میشه باعث میشه که اون میانگین انرژی جنبشی ذرات در دو جسم در نهایت چی بشه؟ یکسان بشه، که ما علل اصول میگیم دمای یکسانی رو اینها خواهند داشت پس از تعادل گرمایی. خب اما بریم سراغ ظرفیت گرمایی. بچه مفهوم بسیار مهمی هستش. ما یک جسمی داریم در دمای T1 میایم مقداری گرما رو بهش میدیم. حالا این مقدار گرما میتونه توسط یک جسمی باشه که دماش بیشتر از دمای این بوده دیگه، حالا دقت داشته باشید، چون یک انرژی بین دو جسم بالاخره منتقل شده و ما اون انرژی انتقالی رو داریم بهش گرما میگیم، اینو دقت داشته باشید. خب چه اتفاقی براش میفته؟ دماش افزایش پیدا میکنه به T2. خب این افزایش دمای T2 بچه ها یه ارتباطی باید به اون مقدار گرما داشته باشه، یعنی منطقیه که هرچی گرمای بیشتری به جسم تقدیم بشه این افزایش دما بیشتر اتفاق بیفته، یعنی اختلاف T2 و T1 بیشتر باشه، یه چیز منطقی هستش. اما اون رابطه محاسباتی که بین اینها برقرار هست ما دنبال اون هستیم، میگیم که از تناسب کیو و دلتا تی، یعنی مقدار گرما و افزایش دما یک تناسبی وجود داشت بینشون. ما اگر بخوایم اون تناسب رو به صورت ضریب تناسب وارد کنیم، یک ضریب تناسبی به نام سی ما اینجا قرار میدیم و اون رو میخونیم ظرفیت گرمایی. پس ببینید بچه ها اینجا سی که اینجا قرار داریم و ضریب دلتا تی هستش ظرفیت گرمایی. خب اما این ظرفیت گرمایی بچه ها به چی بستگی داره؟ آیا همه مواد، همه اجسام ظرفیت گرمایی یکسانی دارن؟ میگیم نه،
به جنسشون بستگی داره. پس میگیم ظرفیت گرمایی که به جنس ماده بستگی داره و چی؟ و جرمش. بچه‌ها یک مثال من همیشه برای دانش آموزان میزنم. شما مقدار گرمایی که نیاز دارید، مثلا دمای یه فنجان آب رو از 20 درجه برسونید به 50 درجه بیشتره، یا مقدار گرمایی که باید بدید به یک استخر، حالا یک آبی که در اون استخر هستش و اون رو بخواید از دمای 20 درجه برسونید به 50. و وقتی مقدار آب تغییر کرد، پس بنابراین مقدار گرمایی هم که نیاز دارید متفاوت میشه دیگه، بیشتر میشه. پس ببینید بچه، این ظرفیت گرمایی که اینجا ما داریم قرار میدیم علاوه بر جنس به مقدار ماده هم بستگی داره، به جرم ماده هم بستگی داره. مثلا به عنوان مثال ظرفیت گرمایی 2 کیلوگرم آب کمتر هستش از ظرفیت گرمایی 10 کیلوگرم آب به نسبت 1:5 مثلا. پس دقت داشته باشید، ظرفیت گرمایی هم به جنس بستگی داره هم به جرم بستگی داره. اینو حتما بچه ها به عنوان یک نکته تو ذهنتون داشته باشید. خب اما از نظر دیمانسیون یا یکا و ابعاد بخوایم بررسیش کنیم، میگیم کیو مساوی سی دلتا تی. خب کیو که گرما بود از جنس جول هستش، دلتا تی میگیم یا از جنس سانتیگراد یا از جنس کلوین. چرا؟ مگه ما نگفتیم توی اس آی باید حتما کلوین باشیم؟ میگیم بله، اما این نکته رو هم بهتون گفتیم که تغییرات دما بچه‌ها چه بر اساس سانتیگراد چه بر اساس کلوین تفاوتی بینشون وجود نداره. پس اینجا مجاز هستیم که یا بر اساس سانتیگراد تغییر دما رو بنویسیم یا بر اساس کلوین. خب بچه‌ها از سازگاری یکا میفهمیم که سی باید چی باشه یکاش؟ یا باید جول بر درجه سانتیگراد باشه یا جول بر کلوین. اینو دقت داشته باشید. خب مثلا به عنوان مثال میگیم ظرفیت گرمایی یک جسم 2000 جول بر کلوین هستش. یعنی چی؟ یعنی این که من باید 2000 جول انرژی به این جسم بدم تا دماش 1 درجه کلوین افزایش پیدا کنه یا 1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کنه. خب این ملاک توی ذهنم تشکیل شد. پس میام میگم که اگر بخوام دماش رو 2 درجه کلوین یا 2 درجه سانتیگراد افزایش بدم چقدر گرما میخوام؟ اینو باید 2 برابرش کنم. میشه چقدر؟ میشه 4000 جول. پس خوب دقت کنید، منظور از ظرفیت گرمایی این هستش. و یک نکته ای که خیلی مهمه و درش نهفته است اینه که بچه ها در این ظرفیت گرمایی جرم هم چی شده؟ هست. یعنی این ظرفیت گرمایی طبق نکته نمابرگ قبلی هم به جنس ماده بستگی داره هم به جرمش بستگی داره. اینو دقت داشته باشید. خب در صفحه 97 کتابتون یک تصویری هست، گفته تصویر از سواحل قشم. آب دریا به دلیل داشتن ظرفیت گرمایی زیاد دمای هوا را متعادل نگه می‌دارد، اما دمای خودش تغییر محسوسی نمی‌کند. بچه‌ها اخبار هواشناسی رو وقتی شما دقت داشته باشید، وقتی دمای استان‌های مختلف رو میگه، کمینه و بیشینه دما رو میگه دیگه در طول شبانه روز. خب بچه‌ها می‌بینید که در نواحی که مشرف به دریا هست یا رطوبت اونجا خیلی زیاد هستش، این اختلاف کمینه و بیشینه زیاد نیست، اما در نواحی کویری مثلا در استان یزد میبینید که دمای روز خیلی زیاده، دمای شب خیلی کمه. یعنی این اختلاف خیلی مشخص هستش. چرا بچه در نواحی مرطوب، چرا در نواحی ساحلی این اختلاف کمه؟ یعنی به عبارتی کمینه و بیشینه دما خیلی با همدیگه تفاوت ندارن. به خاطر وجود آب هست بچه ها. آب چون ظرفیت گرمایی بسیار بالایی داره در قبال اجسام و مواد دیگه، حکم تعادلی داره برای دمای هوا توی اون منطقه. یعنی به عبارتی، حالا بریم جلوتر بیشتر متوجه میشید، ظرفیت گرمایی بالای آب منجر به این میشه که دمای هوا متعادل نگه داشته بشه. این دقت رو داشته باشید. حالا بچه ها اینجا هم میخوایم یک ویژگی خارق العاده آب رو از منظر دیگه بهش بپردازیم. همین ظرفیت گرمایی زیادیه که داره. بچه ها شما اینجا تصویر رو دارید میبینید که در کتابتون هم هست. چرا ما در سیستم خنک کننده خودرو یا حالا وسایل دیگه از آب استفاده میکنیم؟ چرا از ماده دیگه استفاده نمیکنیم؟ به خاطر اینکه بچه ها آب ظرفیت گرمایی بسیار بالایی داره، مقدار بسیار زیادی گرما رو میگیره تا دماش یک کوچولو بره بالا، برعکس مقدار زیادی گرما رو از دست میده تا دماش یک کوچولو بیاد پایین. بچه مواد دیگه ویژگی رو ندارن.
آب این ویژگی رو داره به خاطر اینکه ظرفیت گرمایی بالایی داره. دما در قسمت داخلی محفظه موتور خودرو خب خیلی افزایش پیدا میکنه، خب بالاخره سیستم احتراق هستش، استکاکایی که اونجا هست، دما خیلی زیاد میشه. آب به عنوان عامل خنک کننده در اثر گردشی که حالا در این قسمت داره میاد مقدار زیادی گرما رو میگیره، دماش یه کوچولو میره بالا، حالا نه که مثلا در حد 1 درجه 2 درجه، چند درجه میره بالا. و خب ما بخوایم اگه اینو خنک کنیم باید ببینیم چیکار کنیم، توسط حالا لوله های ارتباطی، توسط یک پمپی که واتر پمپ اسمش هست، این آب هدایت میشه به قسمت خنک کننده خود رو که حالا همون رادیات هستش و این پره ها میچرخن و اون آب رو خنک میکنن. خب این آب خنک شده دو مرتبه میره وظیفه خنک کنندگی خودش رو انجام میده. پس بچه ها اگر سوال اومد که گفت چرا تو سیستم خنک کنندگی حالا وسایل از آب استفاده میشه، جواب میشه ظرفیت گرمایی بسیار بالای آب. میخوای توضیح بیشتر بدی؟ بگو آب مقدار زیادی گرما میگیره، دماش یک کوچولو میره بالا، درسته؟ و برعکس مقدار زیادی گرما از دست میده و به محیط میده و دماش کوچولو میاد پایین. بچه از این ویژگی توی سیستم شوفاژ ها و گرم کننده های خود در واقع منازل استفاده میشه دیگه. خب پس بچه ها ما اومدیم ویژگی های خارق العاده آب رو از منظر ظرفیت گرمایش هم گفتیم، اما اینجا عنوان گرمای ویژه رو بچه ها داریم مطرح میکنیم. گرمای ویژه چی هستش؟ چه فرقی با ظرفیت گرمایی مگه داره؟ میگیم برای یک ماده با جنس معین، حالا مثلا میگیم آب یا مثلا فولاد، یه جنس مشخصی داره، گفته هرچه جرم جنس بیشتر باشه ظرفیت گرمایی نیز بیشتر است. بله گفتیم دیگه ظرفیت گرمایی 2 کیلو آب متفاوت است با ظرفیت گرمایی 5 کیلو آب. خب گفته برای مستقل ساختن این ویژگی از جرم جنس، یعنی بچه ها میخوایم فاکتور جرم رو ازش بگیریم، فقط میخوایم مختصش کنیم به جنسش، دقت داشته باشید، میگیم که آن را به ازای واحد جرم باید داشته باشیم. یعنی بیایم ظرفیت گرمایی رو اون سی بزرگ رو بر جرم تقسیم کنیم و بخونیم ظرفیت گرمایی واحد جرم. حالا به چی میرسیم؟ به این گرمای ویژه میرسیم. بچه بهش ظرفیت گرمایی ویژه هم میگن. خواهشن دقت داشته باشید، چند تا عنوان مختلف ما اینجا گفتیم، گرمای ویژه، ظرفیت گرمای ویژه و ظرفیت گرمای، این ستا رو قشنگ تو ذهنتون داشته باشید، اینا با هم دیگه متفاوت هستن ها، یکیشون با دوتای دیگه. پس ببینید یه بار دیگه من این جمله رو میخونم، کافیست آن را، یعنی اون ظرفیت گرمایی رو بر واحد جرم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ظرفیت گرمایی رو بر جرم تقسیم کنیم و آن را گرمای ویژه بنامیم یا ظرفیت گرمایی ویژه بنامیم. وقتی عنوان ویژه میاد یعنی بچه این سی کوچیک چجوری حساب میشه؟ میگیم از تقسیم سی بزرگ یعنی ظرفیت گرمایی به جرم به دست میاد. یعنی به عبارتی من اومدم فاکتور جرم رو ازش گرفتم و مختصش کردم به جنس ماده. حالا خیلی راحت میتونم این رو بگم که گرمای ویژه آب همیشه ثابته، چه برای 2 کیلوگرم آب چه برای 10 کیلوگرم آب. چرا؟ چون دیگه فاکتور جرم رو ازش گرفتم و فقط مختص به آب بودن اون هستش. یا مثلا میایم میگیم که ظرفیت گرمایی ویژه فولاد این مقدار هستش، یا ظرفیت گرمایی ویژه آلومینیوم مثلا 900 هستش، دیگه بچه ها چه میخواد 2 کیلوگرم آلومینیوم باشه چه 5 کیلوگرم آلومینیوم باشه. فاکتور جرم رو ازش چیکار کردیم؟ گرفتیم و مختصش کردیم به جنس اون ماده. پس این رو هم در ذهنتون داشته باشید که گرمایی ویژه میشود ظرفیت گرمایی تقسیم بر جرم. حالا بچه ها اون فرمولی که داشتیم تو ذهنتون باشه، کیو مساوی سی دلتا تی بود دیگه، درسته؟ حالا من به جای اون سی بزرگ چی میتونم بنویسم؟ به جای این سی بزرگ یه طرف وسطی کنه میشود ام ضرب در سی کوچیک دیگه. پس به این رابطه میرسیم، یعنی کیو میشود ام ضرب در سی کوچیک ضرب در دلتا تی. بچه ها در نماد نویسیاتون هم دقت کنید، این سی کوچیک که گرمای ویژه هست رو حتما کوچیک‌تر بنویسید از اون سی که ظرفیت گرمایی بود. پس ببینید دیگه از این به بعد ما با این رابطه بیشتر سر و کار داریم، Q مساوی با MC دلتا T.
اما باز بیایم از نظر دیمانسیونی این رابطه رو بررسی کنیم. میگیم که کیو اگر مساوی با ام سی دلتا تی هست، سی میشه چی؟ میگیم سی میشود کیو تقسیم بر جرم و دلتا تی که دارید میبینید. خب کیو از جنس انرژی بود، پس جول واحدش در اس آی، جرم کیلوگرمه، دلتا تی هم حالا یا کلوینه یا سانتیگراده. پس بنابراین بچه ها گرمای ویژه یکاش میشه چی؟ میشود جول بر کیلوگرم کلوین یا جول بر کیلوگرم درجه سانتیگراد. حواستون به این تفاوت باشه. میگیم که گرمای ویژه یک جسم به جنس ماده تشکیل دهنده آن و دما بستگی دارد. بچه ها این ریزکاری های جمله های کتاب هست. شما مثلا خیال میکنید که اگه بخواید توی کنکور شرکت کنید انشاءالله نیاز به حالا منابع خیلی متفاوت با کتاب درسیتون دارید. بچه ها کتاب های شما جمله های بسیار مهمی رو داره، فقط شما باید به اونها دقت کنید. نمونش همین جمله. پس ببینید گرمای ویژه یا ظرفیت گرمای ویژه هم به جنس ماده تشکیل دهندش بستگی داره، هم به دما بستگی داره. یعنی با تغییر دما اون هم چی میشه؟ دچار تغییر میشه. و در این جدولی که دارید اینجا مشاهده میکنید که در صفحه 98 کتابتون هست، این عنوان اومده که گفته تمام مواد به غیر از یخ در دمای 20 درجه هستن. یعنی فاکتور دما رو اومده اینجا فیکس کرده، ثابت کرده و یه جورایی داره به ما میگه که همه این عددها به دما وابسته هستن و ما با ثابت کردن دما داریم این عددها رو بیان میکنیم. خب بچه ها گرمای ویژه برخی از مواد هستش. عناصر جامد، خب سرب، تنگستن، نقره، مس، آلومینیوم. بچه ها توی اینها میبینید که آلومینیوم ظرفیت گرمای ویژه بالایی داره، 900 هستش. خیلی عالی. ما اجازه داریم تا سر آلومینیوم توقف داشته باشیم، بقیه مشکلی نداره. خیلی خوب خدا اگر عمری باشه. اجازه مرخصی میگیریم بچه ها تا جدول 4-3 فصل 4 صفحه 98 با هم دیگه خوندیم. اگر خاطرتون باشه ما در درس هفتممون رسیده بودیم به ادبیاتی که یعنی اون قسمت نثر داستانی معاصرمون. دقت کنید نثر داستانی معاصر ما خیلی تحولات داشت و دیدیم که از قصه، یعنی اون داستان‌های سیاه و سفید، داستان‌هایی که پایانش کاملا مشخص بود، قهرمان شخصیتی ثابت بود، تبدیل شد ناگهان به داستان مدرن. داستان شکل‌های متفاوتی برای خودش گرفت، از داستان‌های کوتاه بگیریم تا رمان‌های بلند، و انواع و اقسام رو به خودش گرفت. ما چهره های متفاوتی رو در نویسندگی داشتیم و ژانرهای متفاوت. ما دیدیم که نمایشنامه نویس داشتیم، شاعر داشتیم، شاعرانی که کارشون به نثر میزد، نثر نویسانی که کارشون به شعر میزد و همه اینجور موارد. امروز میخوایم بریم وارد بحث شعر بشیم. اول ما چهره شاعران رو نمایش دادیم و میخوایم بریم وارد اول شعر بشیم، بعد بیایم به نثر بپردازیم. دقت داشته باشید ادبیات دوره معاصر ما یه سری تحولات اجتماعی رو با خودش داشت. یادمون هست که از 1285 که مشروطه به یه کامل رسمی شد، همه چیز متحول شد. البته ما 10 سال قبل از مشروطه داشتیم این قضیه رو و دیدیم که کشور ما چه تحولات بزرگی رو پذیرفت. مردم چقدر متحول شدن، نویسندگان، استادای ما، مدارس ما مثل دارالفنون چقدر متحول شد و همه اینها سرآغازی شد برای یه کشور عجیب و جدید. مخالفان، یعنی اون کسانی که دوست داشتن همچنان قدرت و حکومت دست خودشون باشه، دسته ای شدن و گروه متجددان هم دسته دیگه. همه این عوامل کم کم تا 1304، یعنی تا پایان دوره قاجاریه و آغاز پهلوی اول، یک سری دگرگونی هایی رو در جامعه ما ایجاد کرد. ما دیدیم که انقلاب مشروطه اومد و مهمترین اتفاق این قرن رو میتونیم بگیم که پایان حکومت قاجاریه بود. حکومتی که دیگه اواخر کارش، البته از اون اوایلش هم ما زیاد رضایتی نداریم، اما اواخر کار دیگه کلن حکومتی بود که معلوم نبود چه کسی داره اونو میچرخونه. پس این حکومت به پایان رسید و آغاز تحولی شد. ظهور پهلوی با هدف مدرن کردن همه ابعاد جامعه. پهلوی حتی از لباس و کلاه مردم، از کلاه سنتی میتونیم بگیم شروع کرد، تا افکار و عقاید و آموزش و تیپ‌های متفاوتی که در جامعه شکل گرفتن،
و مهمترینش گرایش‌های متفاوت ادبی از نظر ما مهمترینش. و این گرایش‌های ادبی در سایه هم سیاست، هم در سایه رفت و آمدهایی که با بزرگان ادبی جهان داشتن، هم آموزش زبان‌های خارجی، انگلیسی و فرانسوی، و خیلی از نویسندگان این دوره رو ما می‌بینیم که در کشورهای دیگه زندگی کردن، ساکن بودن، زبان‌های متفاوت رو میدونن. همه اینها تحولاتی رو ایجاد میکنه. میدونید که هر زبانی رو که آدم بدونه دنیای خودش به اندازه همون زبان گسترش پیدا میکنه. نویسندگان ما هم که زبانهای متفاوت بلد بودن و یاد گرفته بودن، میبینیم که واقعا آثارشون خیلی قوی تر از نویسندگانی که تنها زبان فارسی رو مسلط بودن. ظهور پیشگامان شعر نو اتفاق میفته. ما 4 نفر داشتیم که پیش از نیما شروع شد کارشون. گفتیم که این افراد تقی رفعت، شمس کسمایی، جعفر خامنه‌ای و ابوالقاسم لاهوتی، این 4 نفر پیشگامان شعر نو بودن. هر کدوم در زمینه، من اینا رو مفصل توضیح دادم دیگه نمیخوام برگردم از اول همه رو بگم، اینها زمینه هایی رو ایجاد کردن که شعر ما متحول بشه. اگر خاطرتون باشه من همین سفر رو قبلا هم نشون دادم، ما 4 تا دوره داریم. اگر حساب کنیم، یعنی از اون دوره اول، اون 1304 با آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی در نظر بگیریم، 4 تا دوره داریم. دوره اول کدوم دوره است؟ دوره ای که نیما میدرخشه. ببینید دقیقاً سالهای سلطنت رضاشاه از 1304 تا 1320. دوره اول درخشش نیما و جدال بر سر کهنه و نو، یادتون هست. ما اینجا نیما رو داریم از همه مهمتر اما از همه کمکارتر. یعنی از 1301 تا 1316 2 تا اثر معروف از نیما منتشر میشه، افسانه و اثر بعدیش ققنوس، و 1320 به بعدی که نیما تازه میخواد شکل خودشو پیدا کنه. دوره دوم دوره حکومت محمد رضا پهلوی تا کودتای 28 مرداد، یعنی یک دوره 12 ساله از 1320 تا 1332. تو این دوره ما میبینیم اشعار نیما و نوگرایان. وقتی که میگیم نیما و نوگرایان، یعنی نیما تحول خودشو آغاز کرد، تأثیر خودشو تو جامعه گذاشت. یه سری افراد اومدن به عنوان نوگرا و پیروان نیما کار خودشونو آغاز کردن و تشکیل اولین کنگره شاعران و نویسندگان ایران. و بعد از اون ما میبینیم که کنگره های متفاوت مثل ایران و گوته و خیلی از چیزهای دیگه در کشور ما شکل میگیره. دوره 4 مشروطه که اینجا شما محبت کردید، مرحوم کردید نوگرایان در روزنامه ها که این مطبوعات به عنوان رکن 4 مشروطه میبینیم که نقش خیلی پررنگی داره در اون مقطع 12 ساله که فرمودید. بسیار اهمیت داره. ما از دوره قبل از مشروطه اون رو بگیم، یعنی 10 سال قبل از مشروطه تا همین دوره ها روزنامه هامون بیشترین تأثیر رو دارن. ما چون همچنان همه دسترسی به رادیو ندارن، تلویزیون اصلا وجود نداره، یا اگر هست یه سری افراد ثروتمند و خاص دارن، به همین دلیل روزنامه بزرگترین رسانه است. سوم، از کودتای مرداد 32 تا قیام 42. گفتیم این تاریخ‌های مهم این قرن اگر به ذهن بسپارید، راحت دوره‌های ادبی رو میتونید به ذهنتون بسپارید. در اینجا شعر نو تغزلی شکل میگیره، اما یه سری اتفاقاتی میفته. این دوره استبدادی که ما در این اواخر کار میبینیم، یعنی بعد از کودتا میبینیم تا 1342، یه سری تحولاتی رو در ذهن ایجاد میکنه. زندانی‌ها باعث یأس و سرخوردگی شاعران میشه و رواج سمبولیسم اجتماعی و شعر نوع حماسی که گفتیم اخوان سردمدارشه شکل میگیره و پیش میره. من دیگه گفتم توضیح مفصل نمیدم. از خرداد 42 تا انقلاب 57 هم که هر جریانی که، یعنی 3 جریان قبلی که شکل گرفته بود، همشون به سمت کمال میرن. یعنی ما هر موضوعی رو که داشتیم، هر جرقه‌ای که زده شده در این دوره، در دوره چهارم، یک شعله بزرگی تبدیل شده که دیگه برای خودش درخشیده و چشمگیر بوده. اما وارد اسامی خاص بشیم، از اول شروع میکنیم، یعنی از متولدین 1285، متولدین سال مشروطه، پروین اعتصامی یا رخشنده اعتصامی معروف پروین، ما میبینیم که قالب قصیده و قطعه و مثنوی رو داره. قصیده ها به لطافت سعدی به سبک ناصر خسرو. یادمون باشه ما در حد کتاب میگیم، یعنی جملات کتاب رو به شما میگیم، نه چیز دیگه، وگرنه میشه درباره پروین کلی صحبت کرد. قطعه هاش به شیوه انوری و سنایی، گونه شعرش مناظره، یعنی گفتگو میان 2 تا انسان یا 2 چیز، مثال هم زدیم، نخ و سوزن، سیر و پیاز. در اومایه اشعار، مزامین اخلاقی، پند اندرز، همراه با انعکاس اوضاع نامطلوب سیاسی و اجتماعی. و وجه ممیزه شعرش، شکل تصرفش در مزامین و کیفیت ارائه آنها بود که این هم نکته مهمی بوده بارها در تست ها دیدیم.
نفر بعدی محمد حسین بهجت تبریزی شهریار بود که غزل سرای معروف بود اما اشعار نو هم داشت. تحت تاثیر شاعران غزل سرای گذشته از جمله حافظ شیرازی بود. مهمترین نکته‌ای که کتاب ما گفته همینه، یعنی مهمترین جمله درباره شهریار همینه. شهریار هم دقیقاً هم سن و سال، یعنی از نظر تولد بگیم دقیقاً در سال 1285، هر دو متولد تبریزن و می‌بینیم که ارادت به بزرگان دین به ویژه امام علی در اشعارش معروفه. یک منظومه ترکی بسیار معروف داره، حیدر بابای سلام، که شاخص شعر شهریاره. کسانی که زبان ترکی آذری میدونن این شعر رو حسابی ازش لذت میبرن و خوشا به حالشون. بچه‌ها میتونن اون شعر خود شهریار رو خوانش کرده خواننه را میتونن به قول معروف گوش کنن و لذت ببرن که ایشون به زبان ترکی اون رو هم سروده. خدا رو شکر در دوره معاصر ما فایل های صوتی زیادی از شاعران داریم و همین میتونه لذت ما رو و علاقه ما رو به شعر و ادبیات چند برابر کنه. ممنون از راهنماییتون. اما علی اسفندیاری، تاثیرگذارترین شاعری که ما در این دوره داشتیم، علی اسفندیاری معروف به نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، که میبینیم دو تا کار بزرگ انجام میده. اول اینکه شعر رو سعی میکنه نزدیکش کنه به نثر، اما هم ریتمش رو داره هم قافیه رو داره، و بعد تحولات دیگه رو ما میبینیم که ایجاد میکنه. ایجاد تغییر در زبان، قالب و ساختار. ساختار یعنی ما میبینیم دستور زبان هم نیما قصدش همین بود. آقای دکتر پورنامداریان توضیح میدن در اون کتاب سفر در مهشون که همین اشکال کار نیما بود و نذاشت نیما بیش از حد بزرگ بشه. یعنی اگر نیما شاید رو این ساختار زیاد دستکاری نمیکرد، بیش از چیزی که درخشید میدرخشید. تخیل و محتوای شعر، یعنی همه چیز رو. ما 5 تا زمینه ساختاری برای شعر داریم، همه رو اومد دستخوش تغییر کرد، حتی تخیل رو. اگر اجازه بدید چون اسمی از آقای دکتر آوردید، استاد بزرگوار، یه یادی بکنید، بچه‌ها حتما برن جستجو بکنن در فضای مجازی آقای دکتر تقی پرنامداریان عزیز و بزرگوار، که در آینده از ایشون بیشتر خواهیم شنید. کسی که جایگاه بسیار خاصی در ادبیات و زبان فارسی ما داره که ان شاءالله خداوند ایشون رو حفظ بفرمه. افتخار یک ترم شاگردی ایشون رو من داشتم. بسیار عالی. به کارگیری واژه‌های نو و عامیانه و کوشش در ساخت و کاربرد ترکیب‌های تازه از کارهایی بود که نیما انجام داد. و گفتیم دو شعر معروف، نخستین شعر نو فارسی افسانه 1301 به عنوان بیانیه شعر نو، اینو حتما زیرش خط بکشید، و ققنوس در 1316 به عنوان تثبیت کننده شعر نو، یعنی تمام اصولی رو که نیما ازش صحبت کرده بود و می‌بینیم که در شعر ققنوس رعایت کرد و بعد از ققنوس دیگه تمام اشعار به شیوه ققنوس پیش میره. و در این سال‌ها، یعنی از 1301 تا 1316 به نوشتن طرح و علمی کردن کار خودش در سرایش شعر نو میپردازه. اما مهدی اخوان ثالث با مشخصه، یعنی با همون تخلص میم امید، تو یادتون هست یه جا خوندید بچه دوازده هم، من که نامم ماس، ماس که اخوان گفته میم مهدی، الف اخوان و سه ثالث بود، اینو فراموش نکنید. از موفق ترین رهروان با یوشیج بود و ویژگی های شعرش رو با همدیگه ببینیم. شیوه بیان داستانی و روایی، زبان حماسی، باستانگرایی، یعنی استفاده از کلمات کهن، استفاده از دستور زبان کهن. یعنی ما فردوسی رو یک جور دیگه با یک نوع شعر دیگه، با شعر نو در دوره معاصرمون داریم میبینیم. خیلی از ماجراهایی رو که اشاره میکنه اخوان بعضیش رو در شاهنامه میبینیم یا انگار در ادامه شاهنامه است، و خیلی از موارد دیگه، حالا از روز بگیم، از روزگارمون و مطالب دیگر در شعر خانه هشتم دیگه نمونه خانه هشتم برجسته اون هست، دقیقاً درباره مرگ رستم. به کارگیری ویژگی‌های نحوی سبک خراسانی، موضوعات اجتماعی و سیاسی و زندگی مردم، زبان نمادین در شعرهایی چون زمستان، اینا از مهمترین کارها و اقدامات اخوان بود، ویژگی‌های شعرش. و آثارش هم که بسیار معروفه، زمستان، از این اوستا، در حیات کوچک پاییز در زندان، و آخر شاهنامه، بسیار آثار ارزشمندی که میتونید دسترسی داشته باشید و مطالعه کنید و لذت ببرید. اما میرسیم به نثر داستانی معاصرمون. در بحث نثر ما نویسندگانمون بسیار زیادن و مدل‌های متفاوت کار رو ما در بین آثار این افراد می‌بینیم. افرادی که هر کدومشون سالها وقت گذاشتن، بعضی‌ها با یک اثر موندگار شدن، بعضی‌ها تمام عمر نویسنده بودن، و این نویسندگان بزرگی که ما داشتیم برای امروز ما میتونن درس‌های خوبی رو از آثارشون
داشته باشن، کسانی که ارزش‌های کارشون غیر قابل انکاره، کسانی که میتونیم بگیم یک دوره درخشیدن، ستاره‌ای بودن، درخشیدن و دیگه ما نظیرشون رو ندیدیم. این افراد استثناها رو نباید فراموش کنیم. حتما این اسامی رو خیلی هم ممکنه بگن که قدیمی شدن، نه خیر، اصلا داستان قدیم و جدید نداره. حتما مراجعه کنید به برخی از این اسامی که با همدیگه خواهیم دید. اما نثر داستانی دوره معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی، ما دسته اول یا نسل اولی که در نثر داستانیمون داریم برامون همچنان همون حال و هواهای قدیمی رو سعی میکنن که حفظ کنن. دقت کنید، ما نخستین ها رو داشتیم، نخستین رمان تاریخی رو در این دوره داشتیم با باستان و خیلی از آثار دیگه. میبینیم که همچنان همون بافت قصه رو در آثار خودش حفظ کرده. داستان معاصر ما یکی بود یکی نبود در 1300 از محمد علی جمالزاده، اینجا یک تحولی شکل میگیره. اگرچه زبان جمالزاده همچنان یک زبان پر از کنایه، پر از تمثیل و ضرب المثل، ما باید فرهنگ دم دستمون باشه، بعضی از معانی رو ببینیم، باید حتما یه ذهن قوی داشته باشیم، تجربه داشته باشیم تا کنایه های این فرد، این نویسنده بزرگ رو راحت درک کنیم. اما یادمون باشه که نثر، نثر بسیار خوب و پخته ایه، نثری که همچنان تأثیر خودش رو بر روی خواننده و مخاطب داره. نخستین نمایشنامه، نمایشنامه جعفرخان از فرهنگ برگشته، این نمایش هم بسیار بسیار درخشید در روزگار خودش و تا تقریبا 30-40 سال پیش که باز هم فیلم ازش ساخته شد همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده بود. سال 1301 رو قرار شد که توجه کنیم. و نخستین رمان اجتماعی با نام تهران مخوف، باز هم در همین سال توسط مرتضی مشفق کاظمی، این هم از رمان‌های تاثیرگذار بود. و ما میتونیم بگیم که بیشترین پیروی که از بین این دسته آثار داریم تو این قسمت آخره، یعنی این رمان اجتماعی در ایران ناگهان بیداد میکنه، از فراوانی اونقدر زیاد میشه، اونقدر نویسندگان به این سمت گرایش پیدا میکنن. البته گرایش‌های اروپایی، مثلا مکتب‌های ادبی، خود مکتب رئالیسم و ناتورالیسم که در فرانسه شکل گرفته و در دنیا شایع شده، بسیار تأثیر میذاره بر روی جامعه ایران، جامعه‌ای که در روزگار خودش بسیار جامعه بدی میشد تصورش کرد، جامعه‌ای که فقر، گرسنگی و هزاران مشکل اجتماعی اقتصادی گریبانگیر مردم بود. و میبینیم که در این دوره مردم به ناتورالیسم و به اون گرایش نویسندگی بیشتر توجه میکنن. اما یه سری نویسنده دیگه هم ما داشتیم که اینها هم کارهای بزرگی رو انجام دادن، اینها هم در نوع داستان نویسی فنی خودشون درخشیدن. دقت کنید، صادق هدایت ما میتونیم بگیم نداریم، نظیرشو در داستان کوتاه و در پختگی کار، در نثر بسیار عالی که داره، با دو اثر کتاب ما معرفی کرده، سگ ولگرد و بوفه کور، اما آثار فراوانی دارن که میتونید بگردید و پیدا کنید. بزرگ علوی با رمان چشمهایش و سالاری ها درخشید در روزگار خودش. جالبه وقتی که کار منتقدان ما میخونیم هر کدوم از این آثار بزرگ که ارائه میشه، ما میبینیم چشم منتقدان برقی زده، درخشیده از اینکه چنین اثری در این روزگار در جامعه ایرانی شکل گرفته، نوشته شده، چیزی که انتظارش رو نداشتن. و بعضی از آثار اونقدر بزرگ بودن که در جامعه ایرانی، چون ما سابقه رمان آنچنانی نداریم، بسیار بسیار جای خاص خودش رو پیدا کرده. صادق چوبک هم با تنگسیر، سنگ صبور و آثاری از این دست کار خودش رو شروع میکنه. صادق چوبک ویژگی نثرش، اگرچه ایشون هم خارج از ایران بسیار زندگی کرده و فوتشون هم در خارج از ایران بوده، اما میبینیم که نثرشون بسیار نثر عادی امروزیه. یعنی شما وقتی که نثر چوبک رو میخونید با زبان همین امروز ما هیچ فرق انگار نمیکنه، بسیار لطیف و نرم و ملایم نوشته شده. اما نسل داستانی معاصرمون تا قبل از انقلاب، نسل جدید چه کسانی بودن؟ نسل جدید یعنی اون کسانی که اومدن دو تا شیوه رو با همدیگه ترکیب کردن. چه چیزایی رو ترکیب کردن؟ یه سری موارد و تجربیاتی که خودشون داشتن، اون آنچه که داشتیم با آنچه که از شیوه های غربی گرفته بودیم. اینها چه کار کردن و چه کسانی بودن؟ اینها اومدن کارهایی رو که نوشتن یه مقدار متفاوت نوشتن، بیشتر به سمت داستان کوتاه گرایش داشتن، یا اگر نوشتن با رمان کوتاه
پیش رفتن. ببینید جلال آل احمد با مدیر مدرسه ستار زیارت دید و بازدید خسی در میقات و ارزیابی شتاب زده. البته کارهای جلال و چیزی که الان داریم میبینیم متفاوته، بعضی ها داستان هم، بعضی ها مقاله هم، بعضی ها سفرنامه هم، و کارهای جلال آل احمد ما بسیار متفاوت دیدیم، دربارش صحبت کردیم قبلا. و سیمین دانشور رو با صوبشون آتش خاموش شهری چون بهشت در حد کتاب خودمون معرفی میکنیم. و تقی مدرسی با یکولیا و تنهایی او، غلام حسین ساعدی با عزاداران بیل و گاو، محمود اعتمادزاده یا میم الف بهازین به سوی مردم، مهره مار، جمال میرصادقی با مسافرهای شب و شبچراغ. هر کدوم از این افرادی که ما نام بردیم و یکی دوتا از آثارشون رو فقط گفتیم در کتاب درسی ما، بعضی فقط در حد اسمه. یادمون باشه ما اینجا به داستانها داریم اشاره میکنیم، نه به ترجمه ها، نه به کارهای تحقیقی، نه به خیلی چیزهای دیگه. پس حواسمون باشه ما اگر بخوایم درباره هر کدوم از این افراد، درباره کارهایی که انجام دادن، چیزهایی که نوشتن تحقیق کنیم، کلی زمان نیاز داریم و کلی اثر خوب هست. مثلا آقای محمود اعتمادزاده ترجمه های بسیار عالی دارن که میتونیم بهشون مراجعه کنیم و لذت ببریم. اما نسل داستانی ما بعد از خرداد 42 چه اتفاقی براش افتاد و چه جور نوشته شد، چه کسانی در این دوره فعال بودند؟ دقت کنید، استراب سیاسی و ترس ناشی از بدفرجامی و زندان در این دوره شکل میگیره. گفتیم دیگه از کودتا به بعد ما این بحث رو همیشه داشتیم. روی آوردن به داستان کوتاه، درباره این زمینه ما صحبت کردیم. مردم ایران دنبال رمان آنچنان نبودن. هنوز ما آمار رمان خونامون خیلی کمتر از آمار داستان کوتاه خانهامون هست. حتی روحی ایرانیان ظاهرا اینه که زیاد حوصله کارهای طولانی رو ندارن و داستان کوتاه بیشتر به دلشون میشینه. ترجمه آثار داستانی آمریکای لاتین و اروپا، ما این ترجمه رو حتی در شعر همین دوره میبینیم. یعنی میبینیم که در شعر مثلا آثار زاهاری و استانکو یا خیلی از افراد دیگه تو این دوره ترجمه میشه و در نثرمون هم همینه. یعنی نویسندگان کشورهایی که آنچنان رشدی ندارن یا اومدن یک تحولاتی رو شروع کنن و کشورشون تازه دچار تحول شده رو کشور ما خوب داره میپذیره، چون ما همین تجربه رو چند سال قبل از اونا داشتیم و روحیه اونا انگار با روحیه ما نزدیکتره. به همین دلیلی که ما ترجمه آثار داستانی آمریکای لاتین برای اون خیلی ارزشمنده و اروپا هم که جای خودش رو داشته. از همون آغاز ما داشتیم آثار اروپایی رو. در این دوره هم شناسایی بهتری انجام شده. ما تحصیل کردگانمون، کسانی که با زبانهای اروپایی آشنایی بیشتری دارن، خیلی زیاد شدن و داستان نویسامون تقریبا میتونیم بگیم که اگر همه رو نگیم تقریبا هر کدوم یک داستان رو دیگه تو این دوره ترجمه کردن و اینم نکته جالبیه. غیر از اینکه داستان نویسن، داستانهایی رو ترجمه کردن. همدردی با ستم دیدگان دنیا، چون شرایط روزگار خودشون رو دارن میبینن و زجرهایی که کشیدن، مخصوصا کسانی که انگ سیاسی بهشون خورده میشه به خاطر اینکه خواستن یک تحول نوینی در جامعه اتفاق بیفته، به خاطر اینکه خواستن مثلا یک رفاهی داشته باشن، اینا همین قضیه رو در کشورهای دیگه دارن میبینن، مخصوصا در آمریکای لاتین. به همین دلیلی که این اتفاق میفته و با ستم دیدگان دنیا همدردی میکنن. غیر از این ما زبان عامه رو میبینیم که در این دوره جای خودش رو باز میکنه. اکثر داستان‌ها رو نگاه کنید اصلا زبان به سمت سختی نمیره. گاهی البته یادتون باشه یه بار درباره ادبیات خوزستان ما گفتیم خوزستان محور رمان نویسی کشور ماست در حقیقت، در این قرنی که ما در اون زندگی کردیم و گذروندیمش و امروز و حالا فردا بگیم آخرین روزهای این قرن هستن. خوزستان بسیار درخشیده در این دوره و ما هیچ استانی رو به اندازه خوزستان هم در به عنوان محیط داستانی، فضای داستانی، هم به عنوان داستان نویس پرور بودن نداریم در این حد. ما میبینیم که اگر این زبان عامه رو دارن به کار میگیرن یا گاهی کلمه ما در این رمان‌ها، در این داستان‌ها میبینیم و میشنویم، برای ما ناآشناست. دلیلش چه چیزی هست؟ دلیل اینه که گاهی یک اصطلاحی از زبان محلی وارد این داستان‌ها و رمان‌ها شده. پس ما بحثمون رو تا اینجا داشته باشیم. زمان داریم؟ جناب تقریبا 2 دقیقه فرصت. 2 دقیقه بله. پس یک مقدار دیگه میتونیم پیش بریم. ببینید گفتیم زبان عامه. چرا زبان عامه استفاده شد؟ ما داشتیم این کار رو برای طبقات پایین جامعه انجام میدیم. یعنی داشتیم می‌نوشتیم داستان‌ها رو
و مخاطبای ما دیگه داشتن از روزنامه به سمت داستان و رمان می اومدن. یادمون باشه پس این مخاطب که روزنامه خون بوده یه دوره، حالا اومده به سمت داستان، نیاز داره همچنان زبانش یک زبان ملایمی باشه، زبانی باشه که بفهمه. ترجمه رمان‌ها و داستان‌های اروپایی منجر به رواج داستان نویسی در ایران شد و زبان فارسیمون با شکل داستان‌های اروپایی و رمان‌هاشون آشنا شد. آشنایی با تحقیقات و تتبعات اروپاییان باعث تغییر در روش تاریخ نویسی و کارهای تحقیقیمون شد. در این دوره هم نویسندگانی رو داریم و آثار معروف، احمد محمود رو داریم با همسایه‌ها با مدار صفر درجه، علی محمد افغانی رو داریم با شوهر آهو خانوم، با شادکامان دره قرسو، هوشنگ گلشیری رو داریم با بره گم شده رائیش و شازده احتجاب، و در نهایت امین فقیری با دهکده پرملال و کوفیان. این افرادی که گفتیم فکر نکنید که همین چهار نفرن، نه، بسیار نویسنده ما داریم در این دوره، اما این چهار نفر یه مقدار سرآمدتر از دیگران شدن.